قسمت بعدی قسمت پریپر آماده کردن. بعد از که اسلایدتون رو کار کردید آماده کردید، یک پراپرتی مشخصات چیزی که اینجا بزنید ادوانس پراپرتیز میشه نشون میده اسمش چیه، چه کسی تهیه کرده، از موضوع شما که چه تاریخی، محتویاتش رو برای شما نشون میده پراپرتی مشخصات. قسمت بعدی این اسپکت داکیومنت چیزی رو نداریم ما که اینجا داشته باشیم نشون بدیم. این کلیپ همون رمزگذاریه، میتونی رمزگذاری کنی به جای اینکه بری سیو اینجا فایل سیو از قسمت ارزم بزرگ شما که تولز جنرال آپشن و اینجا رمز بذاری، از همینجا میتونی چکار کنی برای باز کردن این بیای پرپر و انکریپت داکیومنت اینو بزنی رمز بذاری 1 2 3 اوکی، یه بار دیگه 1 2 3 و حواست باشه خودش داره میگه اگه گم بکنی فراموش کنی به درت در اومده، حواست باشه که درست باشه. میبندم میگه ذخیره کنم یس. حالا میخوام اینو بازش کنم، چیه رمزو ازم میخواد، دوباره 1 2 3 حروف بزرگ و کوچیک اینا رو با هم حواسم را میخوام رمزو بردارم که بعدن کار دستم نده، دوباره میرم و چیکار میکنم رمزو پاکش میکنم. اوکی خب اینم از انکریپت. ریستریکت پرمیشنز، این آن ریستریکت الان چون چیز رمزگذاری نشده است، ریستریکت یعنی محدودش کنیم که برمیگرده به مایکروسافت، برگرده به اد دیجیتال سیگنال، بازم به مایکروسافت باید واسه کنی دیجیتال سای سیگنچر یا امضای دیجیتالی براش چیز کنی. مارک از بین، اگه دیگه تموم شده میخوای علامت گذاری کنی که دیگه هیچ کاری با این نداری، میتونی اینو بزنی، میگه که مطمئنی دیگه به عنوان فاینال علامت گذاری میشه و ذخیره میشه. اگر اوکی رو بزنم میگه که این علامت گذاری شد به عنوان فاینال، دیگه هیچ ادیتیناش کامل شده و ورژن آخرین ورژن اینه. وقتی هم میگه که به صورت فاینال باشه روش نوشته میشه چیه فاینال، حواستون باشه دیگه ترناف میشه چی پروف مارکین، دیگه کسی نمیتونه قسمت پروف از این پریویو بره پروف کار کنه. اوکی میزنم باز میکنیم. خب وقتی طرف باز میکنه نگاه کنید میبینی که قسمت پریویو رو بره نو کامنت، هیچ کامنتی نمیتونه بذاره، همه گزینه ها خاموشه، یعنی به عنوان فقط یه دونه شوه دیگه. میتونه چیکار کنه اینجا مارک از فاینال هم علامتشو میبینید مارک از فاینال که گذاشته شده. خب اما بریم اینجا میخوایم از این حالت در بیاریم، پرپر مارک از فاینال رو در بیارم که ویرایش های خودم رو انجام بدم، ولی طرف اول خودش فهمیده که دیگه این چیزی نیست، بعد ذخیره کنم. پرپر دیگه ران کامپتیبیلیتی یعنی چکر که این آیا چک میکنه که با نرم افزاری که دارم کامپتیبل هست یا نه. اینو تنظیماتشو میگه دو سه تا شیپ چیزی هستش که توی 2003 نمیتونه نمایش بده، اگر بره توی 2002 اسلاید شماره 1 2 3 4 5 6 این شکلایی که وجود هست نمیتونه توی پاورپوینت قبلی نشون بده با 2003 اینا. اوکی میفهمم که چه ایرادایی خواهد داشت. اینم از قسمت پرپر چیزایی که نیاز داشت بدونیم. قسمت بعدی سند. سند یعنی چی فرستادن. شما اگر میخواهید اینو از طریق این پاورپوینت و مستقیما از طریق ایمیل میتونید چیکار کنید، بزنید آوتلوکتون باز میشه، آوتلوکتون باز میشه و چیکار میکنید میفرستید. من الان هیچی فعال نیست بنابراین باز نشد. خب اینترنت فکس هم این برای فکسیه که باز برمیگرده به مایکروسافت که شما از طریق اینترنت یه سرویسی رو گرفته باشید، بس اینجا سند برای ما زیاد کاربردی نداره. پابلیش، پابلیش گزینه بسیار مهمیه که خوب باید دقت کنید که به چه دردمون میخوره.